حالا به عنوان یک شخصیتی که سر و کارم به روز با مسائل بیشتر سیاسی و همایش‌های سیاسی حالا نیروهای مخالف رژیم و اصولا کنشگران سیاسی هستش، معتقد هستم که مسئله صرفا و فقط مسئله سیاسی نیست، بلکه جنبه‌های مهم اجتماعی و مدنی هستش که شاید خیلی مهمتر از مسائل سیاسی باعثی پایریزی بشه، از همکنون راجبش فکر بشه در ارتباط با کشورمون در دراز مدت. و اتفاقا مسائلی که کسانی که فعال بودن در ارتباط با منشور 91 و تمام اون ارزش‌هایی که در اونجا مطرح شده، مسئله بسیار حیاتی و ضروری و مفید و لازم برای کشورمون هست و طبیعی است که به عنوان یک کسی که از یک دیده به اصطلاح مدنی به قضیه هم نگاه میکنم، بسیار این کار رو لازم و مهم و حیاتی میدونم و اون هم در دراز مدت. یعنی یک چیزی است که واقعا بایستی هم مدام به عنوان یک راهکار، به عنوان یک زمینه سازی، به عنوان یک عاملی که کمک میکنه به مسلح شدن جامعه به ابزاری که تمام جنبه های قانونمندی و اصولا خرد جمعی و یک نوع در واقع ارزش سازی های فکری و خب حالا انواع اقسام مسائل هستش، این رو دنبال میکنه و جامعه رو سوق میده در اون جهت، آگاهی میرسونه، تمرین میده، مطرح میکنه، دیالوگ و گفتمان و همسویی و پررنگتر کردن نقاط اشتراک فکری در مقابل کمرنگتر کردن اختلاف سلیقه های موضعی به نظر من به سود جامعه هستش به طور کلی و این حرکت بسیار لازم و مفید هست و به هر حال مکمل اونجایی هستش که اگر فرض کنید کنشگران این منشور وارد بحث‌های سیاسی نمیشن، تضادی نداره با کارهایی که جنبه بیشتر سیاسی داره و اتفاقا مکمل یکدیگر هستن. بنابراین به هر حال به عنوان یک فعال سیاسی بیشتر من فکر کنم که کاری که دوستانی که در منشور 91 مطرح پیشنهاد کردن کاملا به جا و لازم و مفید هست و به همین دلیل بوده که به سهم خودم حمایت کردم و امضا کننده اون منشور نیز بودم.